مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال 2022 این کشور را با اکثریت آرا به تصویب رساند. واشنگتن فریبیکن در این رابطه گزارش داد: لایحه گسترده بودجه دفاعی سالانه شامل چندین ماده است که دولت بایدن را از دادن پول نقد به رژیم ایران منع می‌کند و دولت را ملزم می‌سازد تا در مورد هر گونه کاهش تحریم‌های این رژیم شفاف سازی کند. اقدامات متعددی در نسخه مجلس نمایندگان از قانون اختیارات دفاع ملی گنجانده شده که باید توسط سنا نیز تصویب شود و به نمایندگان کنگره اشراف بی سابقه‌ای برای پی بردن به فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران و همچنین تلاش‌های دولت بایدن برای لغو تحریم‌ها علیه این رژیم افراطگرا خواهد داد. فریبیکن می‌افزاید: منابع کنگره گفتند که کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان با همکاران دموکرات خود چندین طرح قانونی تنظیم کردند که تضمین می‌کند دولت بایدن در مذاکره با رژیم ایران شفاف باشد و گزارش بدهد. در بخشی از این لایحه آمده است هیچ مبلغی که در کادر قانون تخصیص و یا در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته، چه از طریق بسته‌های پول، ارز یا هر جنس بهادار، مجاز نیست به حکومت ایران یا هر بخشی از این حکومت یا هر مأمور یا وابستگان آن منتقل شود. این گزارش باید تأثیرات مستقیم یا غیر مستقیم محتمل، اهم از تعلیق، تحریم، صدور یا لغو هر گونه معافیت از تحریم، مجوز یا تعلیق تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم ایران را در بر بگیرد. در این لایحه از وزیر دفاع آمریکا خواسته شده که طی 180 روز گزارشی را درباره توانمندی‌های نظامی رژیم از جمله سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، بسیج، ارتش تحت امر ولی فقیه و نیروهای تروریستی نیابتی حکومت آخوندی به کمیته قوای مسلح مجلس نمایندگان و سنا ارائه کند. طبق این لایحه وزیر دفاع آمریکا بایستی گزارش دیگری را هم حول تروریست‌های نیابتی رژیم در منطقه نظیر حزب الشیطان لبنان و گروه‌های مانند سپاه بعد، کتائب در عراق و حوثی‌های یمن ارائه کند. نیکول مالیوتاکیس عضو کمیته خارجی کنگره آمریکا با صدور بیانیه‌ای از تصویب لایحه بودجه دفاعی آمریکا و حمایت دو حزبی از آن در مجلس نمایندگان استقبال کرد و نوشت این لایحه شامل الحاقیه اوست که در آن از رئیس جمهور بایدن خواسته می شود گزارشی به کنگره و مردم ارائه کند و همه فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران که در خاک آمریکا انجام شده، از جمله حملات تروریستی، نقض قوانین صادرات، نقض تحریم‌ها، حملات سایبری و عملیات پولشویی علنی این رژیم افشا شود. نیکول مالیوتاکیس گفت برای مردم و کنگره مهم است که نسبت به همه حقایق مربوط به هر گونه عملیات شرورانه رژیم ایران در خاک آمریکا آگاه باشند تا این رژیم را مورد حسابرسی قرار دهیم.